کتاب سلطنت ترس با عنوان اصلی سلطنت ترس و با عنوان فرعی نگاه یک فیلسوف به فکر سیاسی نوشته مارتا سی نوسبام. این که در عنوان فرعی آمده که نگاه یک فیلسوف به بحران سیاسی کنونی ما، یعنی بحران سیاسی کنونی ما امریکاییان، که اشاره داره به داستان انتخابات ترامپ و اینکه بالاخره ترامپ برگزیده شد در انتخابات تقریبا 4 سال پیش. خانم مارتا نوسبام یکی از معدود فیلسوفانی است که به احساسات و عواطف خیلی در دوران فعالیت فلسفیشون پرداختند. میتونم بگم بعد از رابرت سالومان هیچ فیلسوفی تو قرن 20 به اندازه خانم مارتا نوسبام به مسئله احساسات و عواطف نپرداخته. چندین کتاب نوشته است درباره احساسات و عواطف که این آخرینشه. در این کتاب در واقع در عین اینکه بسیار دلنگرانی اظهار میشه از اینکه کسی مثل ترامپ در انتخابات آمریکا، کشوری با سابقه و لااقل شهرت اول در دموکراسی، ترامپ رو انتخاب بکنه، اظهار نگرانی و تشویش و حتی به تعبیر خود نویسنده ترس میکنه. ولی در این حال بر 2 نکته تأکید میشه در این کتاب که اینها درس آموزی هاییست که میشه از موفقیت ترامپ داشت. نکته اول این که فرهنگ مردم هم در کنار دموکراسی اهمیت داره. یعنی چنین نیست که فقط اگر یک جامعه ای و یک نظام سیاسی کاملا دموکراتیک بود و فرایند خوب دموکراتیک رو داشت، فراورده این فرایند خوب دموکراتیک هم فراورده مثبتی باشه برای اون جامعه، بلکه فرهنگ اون مردم و علی خصوص فرهنگ اخلاقی اون مردم خیلی اهمیت داره در اینکه نتیجه یک فرایند دموکراتیک یک فراورده مثبت هم باشه یا نباشه. این نکته اول. نکته دومی که وجود داره تکیه خیلی فراوان هست در عناصر سگانه فرهنگی بر احساسات و عواطف. یعنی غیر از مسئله عقیده و معرفت و غیر از مسئله اراده و خواست و هدف و آرمان و ارزش و آرزوهای یک ملت، احساسات و عواطف یک ملت هم چقدر مؤثرند در تصمیم گیری ها، که این تصمیم گیری ها بالمعال اخلاقی یا غیر اخلاقی یا ضد اخلاقی باشند. وقت در این عرض کنم که احساسات و عواطف، ایشون البته مهمترین احساس و عاطفه رو احساس ترس دونسته و میگه اصلا این که ترامپ پیروز شد به خاطر اینکه یک ترس عمیقی در دل مردم امریکا پدید اومده بود، در ترسی که فلواقع هم نباید پدید می آمد، یعنی ترسی که ایجاد شده بود تا حد فراوانی برای اینکه به یک همچین نتیجه‌ای منجر بشه. خب ترس رو مهمترین احساس میدونه در این تحولات. منتها خودش معتقده که در این حال که به تعبیر فصل دوم کتاب ترس اولین و قدرتمندترینه، ولی معتقده که چند تا فرزند هم از دل ترس بیرون میان که اونا رو هم یکا یک سهمشون رو و نقششون رو در تحولات امریکا نشون میده. تو فصل اول که البته مقدمه است، فصل دوم ترس اولین و قدرتمندترین، در فصل سوم میپردازه به خشم
و خشم رو به تعبیر خودش فرزند ترس تلقی میکنه. در فصل چهارم به نفرت میپردازه، به تعبیر مترجم به انزجار، و عنوان عرض کنم که فصل رو هم گذاشته انزجار برآمده از ترس. یعنی اینم مثل همون خشمی که میگفتیم فرزند ترسه. و بعد میگه این انزجار برآمده از ترسه که سیاست ترد و سیاست این که فقط مایی که درست میگیم، مخالفانمون همه نادرست میگن، و تفکیک خودی از ناخودی در آمریکا که به شدت هراسناک کرده خانم ناسوام رو، و از قطبی شدن جامعه که بر اثر این انزجار پدید اومده، بر اثر این نفرت که خودش ناشی از ترسه، خیلی تأکید میکنه. در فصل پنجم سخن از امپراتوری حسده که ایشون معتقد حسد هم زاییده ترسه، و وقتی شما میترسید از کسی میگید کاش موقعیت او کاهش پیدا میکرد و میرسید به رتبه من که به ناتوانی من برسه، که نتونه اعمال قدرت بکنه بر سرنوشت من. و خب در این فصل هم این کارو میکنه. اما در دو فصل ششم و هفتم میاد دو تا فصل تلفیقی و التقاطی فراهم میاره. یکی این که میگه مجموعه این احساسات و عواطفی که تو الان گفتم خودش یه ملغمه مسمومی درست کرده که از دلش زن ستیزی هم در آمریکا پدید میاد. ترامپ که زن ستیز بود، فقط مسئله شخصی نبود، اصلا یک ایدئولوژی زن ستیزانه با ترامپ اومد رو. و عنوان فصل گذاشته شده ملغمه مسموم، جنسیت زدگی و زن ستیزی. و با یه تحلیل به نظر من خیلی ارزشمند نشون میده که چگونه زن ستیزی ناشی از ترسه. و وقتی که شما به اون عنصر ترس گرفتار شدید، آهسته آهسته با یه واسطه هایی کشیده میشید به زن ستیزی و تبعیض جنسیتی. و در فصل آخرم که فصل هفتمه، بحثی پیش کشیده تحت عنوان امید، محبت و بینش. اگر دقت بکنید همون تثلیث سگانه مسیحیت را، یعنی سه تا فضیلت الهیاتی مسیحی رو، فقط این کار رو کرده، امید رو همون امید گذاشته، محبت رو همون محبت گذاشته، ولی به جای ایمان گذاشته بینش. و باز تأکید میکنه برای این که ترکیب امید و محبت و بینش چقدر میتونه این وضع رو فیلترینگ بکنه، این وضع رو میتونه تصفیه بکنه، ما بتونیم القاء امید بکنیم اولا در مردم، ثانیاً القاء محبت متقابل، و ثالثاً هم القاء بینش که ما نیاز داریم علاوه بر احساسات و عواطفمون نیاز به بینش داریم، بفهمیم وضع از چه قراره و تو وضعی که فهمیده ایم از چه قراره تصمیم بگیریم، نه تو وضع مبهم مهالودی به اقتضای احساسات و عواطفمون تصمیم بگیریم. جالب اینه که مارتا ناسبام که خب یکی از اعاظم فلاسفی امریکاست، با اینکه خودش از مسیحیت تغییر دین داد و یهودی شد و دفاع از یهودیت هم در آثارش پیداست، در همین کتاب هم پیداست، ولی در این حال اون نتیجه گیری نهایی که کرده، نتیجه گیری همون الهیات سگانه و فضیلت های سگانه الهیاتی مسیحیته. فقط گفتم به جای ایمان نشونده بینش را، یک کمی میدونید عقلانی تر کرده. ایمان جنبه غیر عقلانی متبادر میکنه به ذهن، به جاش آورده بینش رو که عقلانیت درش غلبه داره. به نظر من خوندن این کتاب برای جامعه ما خیلی درس آموزه. یعنی وقتی شما این کتاب رو میخونید واقعا دارید ایران ما رو میبینید، ایران کنونی ما رو دارید میبینید، و دقیقا میبینید که کارهایی که ترامپ انجام داده و گروه ترامپی و گروهی که این جهان نگری رو دارن، این ایدئولوژی رو دارن،
همون کارهایی که قبل از ترامپ هم در ایران ما شروع شد و همش کم و بیش هم ادامه داره. اینه که من خیلی توصیه میکنم دوستان کتاب رو بخونن. ترجمه آقای حامد قدیری از این کتابم به نظر من ترجمه خوبیه. در موارد اندکی من البته اختلاف سلیقه‌ای با ایشون دارم، ولی به هر حال به نظر من ترجمه ایشون ترجمه خوبیه و روی هم رفته کتاب سلطنت ترس که تعبیرش هم تعبیر خوبیه. اصلا ترسه که داره سلطنت میکنه، نه ترامپ. ترامپ نماد این ترسه. من فکر میکنم این کتاب کاملا قابل توصیه است و خوبه همه با دقت بخونن این کتاب. و درست شما وقتی این کتاب رو میخونید، علاوه بر اینکه با یک اثر فلسفی روبرویید، با یک اثر روانشناختی در روانشناسی اجتماعی روبرویید، و علاوه بر این با این روبرویید که چقدر سیاست ها متأثر از فرهنگ هاست. توجه میکنید سیاست ها چقدر تحت تأثیر فرهنگ عمومی مردمی است که در اون سیاست برشون اعمال میشه. خود اون فرهنگ عمومی سیاستی رو میزاید و خود اون سیاست بر صاحبان این فرهنگ عمومی سیطره پیدا میکنه و میخواد همون فرهنگ رو باز چیکار بکنه؟ قوی‌تر و قوی‌تر و قوی‌ترش بکنه.